سلام دوستان، خب تو اینجا میخواییم در خصوص نرم افزار چاپ چک صیاد باهاتون صحبت بکنم. این نرم افزار رو ما مخصوص چاپ چک صیاد توسعه دادیم، اما اگر چک های دیگه هم داشته باشین میتونیم به راحتی ازش استفاده بکنین و مشکلی نداره. چک های صیاد دیگه الان جدیدن همه از این چک دارن استفاده میکنن تو ایران و خب همه اندازه یکی هستش، اما خب اگر چک های قدیمی هنوز دارین باز هم مشکلی نداره، فقط کافیه این اندازه ها رو که واسهتون توضیح میدم تنظیم بکنین. خب اگر برای بار اول هست که این نرم افزار رو باز میکنین، enable content رو اینجا ریبون زرد رنگ ممکنه ببینین که enable content رو حتما بزنین. ممکنه دو بار ریبون زرد رنگ ببینین، یکی واسه بحث امنیت هستش، یکی هم واسه بحث ماکرو که اینجا الان ماکرو هستش که من enable content میکنم فقط یه بار دیدم. اما شما که دانلود میکنین ممکنه دو بار ببینین که میگه این فایل دانلود شده هست و اون رو از لحاظ امنیت enable کنین. بعدش اینجا چند تا برگه میبینین. این برگه اول مربوط به ورود اطلاعات هستش که میخواین توی چک چاپ بشه. برگه دوم هم برای ورود اطلاعات هستش که برای چاپ به چک انجام میشه. واسه اولی اگر من بخوام فقط یه دونه پرینت بگیرم کافیه که اطلاعات رو اینجا نوشته باشم. اگر بخوام چند تا پرینت بگیرم، مثلا من الان 6 تا 60 تا 100 تا هر چند تا پرینتی که می‌خوایم بگیرین روی چک، میتونید اینجا این جدول رو کامل بکنین. جدول کامل کردن هم از طریق ورود اطلاعات توی اینجا میشه این کار انجام داد که میتونین به لیست همینطور بزنین و اضافه میشه به این لیست اینجا، یا اینکه اصلا همینجا اطلاعات رو وارد کنیم. مثلا روزها یکی هست، تاریخ یکی هست، مبلغ‌ها فرق داره، مبلغ‌ها رو دونه دونه بزنین، اسامی رو تغییر بدین، شماره ملی و توضیحات رو. و چیزی که هستش مثلا اینجا خیلی امکانات دیگه ای دارین که میتونین از اکسل استفاده کنین. مثلا من این رو بکشم، تاریخ خودکار 1 2 3 4 5 6 7 میره تا پایین، یعنی روزها رو میتونین تغییر بدین، یا ماها رو مثلا اینطوری تغییر بدین، و یا اینکه مثلا از یه جا خروجی اصلا گرفتین اون خروجی رو میارین اینجا به همین فرمت اینجا کپی پیست میکنین، مثلا تاریخ رو تو اینجا کپی پیست میکنین، مبلغ رو کپی پیست میکنین، در وجه و شماره ملی رو از یه دونه دیتابیس خروجی گرفتین. به راحتی میتونین این جدول رو تشکیل بدین و همه امکانات اکسل رو استفاده کنین. فقط چیزی که هست باید تو همین جدول به همین ترتیب باشه دیگه. خب وقتی که لیستتون آماده شد یا اینجا اطلاعات رو وارد کردین، ببینید تاریخ باید به همین نحو نوشته بشه، یعنی سال، ماه، روز، و روز هم به صورت 02 اینم 10 باشه. در وجهو که میتونین به راحتی بنویسین. ببینین توی چک صیاد ماکسیمم 15 رقم میتونه باشه که اینجا اگر توجه کنیم ما فرمول هایی داریم که اینا رو به رقم رقم تبدیل میکنه، هم تاریخ که مثلا من اینجا تاریخ 02 10، ببینین 02 که میگم باید باشه چون اینجا هم 02 خونده میشه از طریق این فرمولی که اینجا نوشتیم، باید حتما 02 باشه. 10 9 9 3 1 که میشه دیجیت یا ارقام تاریخ، بعد تاریخ اینجا از طریق این فرمول به حرف تبدیل میشه که این فرمول رو ما از طریق وی بی ای هم نوشتیم، نامبرینگ وردز. بعد ارقام در وجه یا مبلغ رو جدا میکنیم که 15 تا، ببینید تو چاپ چک ما 15 رقم ماکسیموم داریم که هر چقدر اینجا نوشته باشین اگر کم یا زیاد باشه بقیهش رو اینجا پشتش ستاره میزنه به صورت خودکار. اگه میخواین ستاره نباشه یا یه چیز دیگه ای باشه، نگاه کنین تو هر کدوم از این فرمول ها من اینجا ستاره گذاشتم، میتونین تغییرش بدین، مثلا اینو دش کنین اگر خواستین که اینجا دیگه دش میذاره به جای ستاره. خب به این صورت میتونین فرمول ها رو داشته باشین. اینجا هم که میاد در واقع عدد مبلغ رو به حروف تبدیل میکنه. ببینیم ما دو تا ستاره اینجا داریم توی ابتدا و انتهاش. اگر میخواین ستاره کم و زیاد بکنین یا حذفش کنین، کافی اینجا ادیت کنین. مثلا من اینجا یه ستاره به هر کدوم اضافه میکنم، اول و آخرش 3 ستاره بسته میشه. میتونین دش بذارین یا میتونین اصلا کلا این قسمت رو پاک بکنین با این قسمت رو، این دوتا بعد اند با خود اند، یعنی این اندو گرفته پاک بکنین که ستاره ها اصلا نمایش داده نشه، که اینا همه اختیاری هست و دست خودتون هستش. بعد میاد شماره ملی که ما اینجا به صورت فارسی تبدیلش کردیم که توی تکس باکس راحت فارسی باشه. ببینین شماره ملی هم یه تعداد ارقام به خصوص داره، چون من اینو الان رندوم زدم تعدادش بیشتر از شماره ملی عادی شده، فکر میکنم 15 رقمی بودش. شماره ملی رو اگر درست بزنین 2 صفر اولش هم درست نمایش داده میشه از طریق این فرمول.
ببین اینم تعداد ارقام، این صفرام تعداد ارقام کارت ملی هستش که گذاشتم که بتونیم به همون اندازه رقم باشه. و بعد توضیحات، توجه کنید توضیحات توی چک چاپ نمیشه، فقط برای شما هست که چرا این چک رو دارین پرینت میگیرین، که توی هیستوری خودتون وقتی که ما پرینت میگیریم توی این جدول، حالا بهتون نشون میدم، توی این جدول همش ذخیره میشه اون پرینت هایی که گرفتین، که توی هیستوریتون باسه این که داشته باشین هست، توی تاریخچه چک هایی که گرفته شده و کشیده شده. اینجا در وجه رو میبینیم، ببینید توی چاپ چک صیاد ما یه در وجه داریم، بعد یه شماره ملی یا مثلا اطلاعات اون آیدی اون شخص رو داریم. این در وجه و به نام مثلا یه شخص میتونیم بنویسیم. خیلی وقتا ما توضیحات رو هم شاید اینجا اضافه کنیم، مثلا اسم رو نوشتیم بهرام گلی و حالا مثلا میتونیم بنویسیم که به علت مثلا دستمزد مثلا این ماه. هر چیزی که خواستین رو میتونین اینجا اضافه کنین، که حالا من فقط اسم رو گذاشتم که اینم دست شما هستش. خب وقتی که اطلاعات رو وارد کنین، ارتفاع و عرض چک هست. ببینین چاپ چک صیاد 8.5 در 17 و 17 هستش، که حالا من دقیق تر گرفتم 8.6 در 17 و 1. اصولا همشون یه اندازه هستن، اما اگر چکتون اندازش فرق داره میتونین ارتفاع و عرض رو اینجا تعریف بکنین. وقتی که این کارا رو انجام دادین، تنظیمات تک پرینت رو بزنید. وقتی این اکسل رو دانلود میکنید، تنظیم هست به صورت خودکار، چون روی این دوتا تنظیم کردم من دیگه، ولی چون عکس نگاه کنید، اینجا عکس پریده، ببینید زب در اومده، به خاطر اینکه ممکنه عکس تو اکسل بپره، من این عکس رو پاک میکنم و بدون عکس براتون میذارم. وقتی که تنظیمات تک پرینت رو میزنین، اول ازتون میپرسه آیا پرینترتون ورتیکال میکشه یا هوریزونتال میکشه. ورتیکال یعنی اینکه من از قسمت عرض آچار رو در نظر بگیرین، قسمت کوچیکی آچار، قسمت عرضش، اون رو داره خیلی پرینترم میذارم که پرینت بگیرم. اما اگر هوریزونتال بذارین، از قسمت بزرگه، یعنی از قسمت طول دارم آچارم توی پرینترم میذارم. خب پرینتر من ورتیکال هست، یعنی از قسمت عرض یا قسمت کوچک آچاره که میذارم توی پرینترم، ورتیکال رو میذارم. اینجا میگه حالا عکس چک رو انتخاب کنین، عکس چک رو میزنه، من میام عکس چک رو انتخاب میکنم توی اون فولدری که دارم. اینجا من سمپل رو بساتون هم قرار میدم، شما هم خودتون میتونین حتی اسکن بکنین عکس چک خودتون، بسید که دقیق تر باشه عکس چک خودتون رو حتی اسکن کنین بذارین، ولی این عکس توی پرینت نمیفته دیگه، چون عکسی که لازم داریم فقط خود این متن هستش که توی پرینت میفته و روی چک چاپ میشه. بعد اینکه عکس رو انداختین، از این گوشش بگیرین عکس رو، اندازه اون کوچیکش کنین یکم، اندازه این آبیه باید بکنیم، ببینیم به صورت عادی، یعنی یه ذره افتاده بیرون، یکم هم میکشمش تا اینجا. ببینید توجه بکنین که اندازه اینجا، وقتی که داشتین عکس رو مینداختین یه دونه اوکی اومده بود که گفته بود توی یه سلول دارم پرینت میگیرم دیگه، اونم حتما اوکی کنه همونطور که من اوکی کردم. خب الان اندازه این ستون رو نگاه کنین، 91.71 باشه که به سانتی متر میشه همون 17.1، و این یکی هم الان اگر راحت بکنم میشه 243.75 که میشه همون 8.6. این اعداد پوینت هستن تو اکسل تعریف میشه، اندازه‌ای هستن که تو اکسل هستن، فقط باید توجه داشته باشین که این به همون اندازه چک باشه. بعد باید بیاین تکست باکس ها رو تنظیم بکنین. وقتی که تکست باکس ها رو اینجا میبینین، ببینین نکته وجود داره اینجا. من به صورت خودکار تکست باکس ها رو خارج انداختم، توجه کنین اینا خارج هستن، علت داره این کار رو کردم. اگر کنترل پی رو همین الان بزنین، توجه کنین اینجا من این رو بزنم، ناکنین یه دونه خط میبینین اینجا، این خطی هستش که حاشیه پرینتر به صورت خودکار میندازه. هر چقدر حاشیه رو صفر بکنم من تو اکسل، خود تنظیمات پرینتر این نیم سانتی متر حاشیه رو داره. این پرینتر من هستش، پرینتر من نمیذاره حاشیه رو کم کنم، بعضی از پرینترها میذاره. ببینید واسه اینکه ببینیم میذاره یا نه، باید اینجا توی استارت ویندوزتون بنویسین کنترل پنل رو بزنید، بعد بیاین تو قسمت ویو دیوایس اند پرینترز، پرینترتون رو راست کلیک بکنین. اگر توی پرینتر پروپرتیز برین،
توی قسمت مثلا پرینت پرفرنس اینجا شاید شما بتونین ادوانس اگر بزنین ببینین نداره، باید بگردین یه مقدار ببینین حاشیه یا مارجین داره، اون مارجینا رو همه رو صفر بکنین دقیق میگیره. اما واسه من میبینین نداره الان در حال حاضر، من بگردم دیگه تو جای دیگه هم نیستش، یا باید درایورمو عوض بکنم یا پرینتر منو خودمو عوض بکنم دیگه، پرینتر من نداره. خیلی از پرینتر رو ممکنه نداشته باشه، بخاطر همین الان به همین حالت به شما میدم که اگر پرینترتون اون حاشیه رو به صورت خودکار میندازه درست پرینت بگیره. اما اگر پرینترتون رو میتونین حاشیه‌اش رو تنظیم کنین از همون کنترل پنل صفر بکنین، دقیقاً این تکست باکس ها رو میتونین بیارین روی همین جایی که توی چک هست قرار بدین. خب اما اگر پرینترتون حاشیه میندازه مثل همین پرینت بگیرین، یه بارم تست بگیرین، یعنی همون مستقیم روی چکتون نگیرین. چجوری؟ یه دونه کاغذ اندازه چک ببرین، خب کوچیکش بکنین، بذارین توی پرینتر، تست پرینت بگیرین، بعد ببینین آیا روی جای پرینتر اگر کاغذ رو روی چک بذارین، اون کاغذی که پرینت گرفتین رو روی چک بذارین، ببینین اعداد و تکس‌ها رو دقیق داره میندازه اونجایی که می‌خواین و درست هست یا نه. حالا حتماًم دقیق نباشه، اوکی، بعضی جاها می‌بینیم مثلا چک می‌گیریم بالا پایینم یکم میندازه، مشکل نداره، ولی خب به صورت کلی درست باشه. خب من اینو که الان تنظیم کردم، ببینین این روز ماه اعداد سال با نگه داشتن کنترل کیبورد، کلید کنترل کیبورد، میتونم چند تا تکست باکس رو با هم سلکت بکنم و اینا رو جاشون رو عوض کنم. مثلا اگر شما حاشیه‌تون صفر باشه، این چند تا رو گرفتم دقیقاً انداختم روی تکست باکسم توی جای تاریخ، اینا رو مثلا میتونم بیارم جلوتر چون اینا دیگه حاشیه رو صفر کردم دیگه. بعد یه تست میگیرم، اینا رو هم 15 تا، اصلا 15 تا رو باید با نگه داشتن کنترل کیبورد اینا رو سلکت کنیم. الان مثلا عکس منم سلکت شده، کلید کنترل نگه دارین، دوباره رو عکس بزنین آن سلکت میشه. این 15 تا رو میتونم قشنگ بگیرم بعد جابجاشون بکنم، که حالا الان دیگه جابجا نمیکنم، کنترل زد میکنم چون میخوام به همین صورت باشه. خب این میشه تنظیمات پرینت چکتون. الان آماده است که پرینت رو بگیرین. تو اینجا دیگه کاری که نداریم، تو این لیستم که اگر بخوایم به صورت لیست بگیریم آماده کردیم، همه چی آماده هست. میتونین پی دی اف بگیرین، مثلا تک پرینت پی دی اف رو میزنم، میاد اون آخری، اون چیزی که اینجا الان کنسل کردم، میاد اون آخری چیزی که اینجا نوشتین رو پی دی اف میکنه دیگه. خب من الان پی دی اف میگیرم، توی حالا یه فولدر سیو میکنم اینجا مثلا. خب وقتی که سیو کرد پی دی اف رو براتون باز نمیکنه، باید بیاین تو اون فولدری که ذخیره کردین پی دی اف رو باز کنید. ببینید نام پی دی اف بر اساس ناکنید، این الان پرینتی هست که میگیره، این عکس هم نیستش و اینا باید روی چک بیفته. اینقدر هم حاشیه، ببینید اندازه نیم تا حاشیه خود پرینتر من هستش که در نظر گرفتم دیگه. خب چیزی که باید توجه کنیم، اینجا بر اساس کد ملی من ذخیره میکنم، یعنی کد ملی این شخص که اینجا هست، چیزی که دارین اینجا مینویسین. به خاطر این بهتر که رقم باشه، کوتاه باشه، حالا هر چی که دیگه میخوایم میتونیم باشه، چون اینجا توی مثلا چاپ به چک که در نظر میگیریم مثلا شناسه ملی هست، شماره اختصاصی هستش، با سطح با عدد هست همشون دیگه، یا یه چیز طولانی نیست، ولی اینو میتونین یه چیز طولانی بنویسین، اندازه تکست باکس رو کوچیک و بزرگ بکنین، بیارین عرضش رو کم و زیاد بکنین که همه نوع چیز جا بشه. من چون فرض کردم فقط اسم می نویسین، این اندازه تکست باکس رو گفتم، اگه توضیحات می نویسین بزرگش کنین دیگه. خب این میشه تک پرینت پی دی اف. حالا اگر دسته‌ای بخوام پی دی اف بگیرم، کافیه روی این بزنم، از این لیست من پی دی اف میگیره، دوباره باید بیام یه فولدر انتخاب بکنم، مثلا همین پرینت چک رو انتخاب میکنم، اوکی میکنم، میره همه اونا رو پی دی اف میکنه و واسه من قرار میره تو اون فولدری که میخوام، بعد میتونم از رو پی دی اف پرینت بگیرم. حالا اگر خواستم پی دی اف نباشه، ببینید پی دی اف ها رو اینجا واسه من ذخیره کردم. فرقی که داره، ببینید 1-2-3 رقمی که توی این لیست هست رو هم اولش با آندرلاین جلوی شماره ملی میندازه که مطمئن باشه همه رو
به صورت کامل گرفته. شاید بخوام مثلا واسه یه نفر دو بار پی دی اف بگیرم دیگه، اگر مثلا تک پی دی اف بگیرم رو همین ویندوز اگر یه فولدر انتخاب کنم باید جای دیگه انتخاب بکنم، اما اگر دسته‌ای بخوام بگیرم یک دو سه میندازه که مثلا واسه یه شخص من دو بار اومدم الان چک کشیدم و اینجوری دیگه راحت میتونم دو بار رو داشته باشم. خب اینم از دسته‌ای. تک پرینت رو هم دیگه پی دی اف نمی‌کنه، مستقیم حالا یا پرینت دسته‌ای بزنم یا تک پرینت رو بزنم مستقیم میفرستتش واسه پرینترم و پرینت میگیره روی چک من که الان اینجا کنه اینجا مثلا داره نشون میده دیگه، من بزنم اکتیو پرینتر زما کنید فرستاده واسه پرینتر من که پرینت بگیره. به همین سادگی میتونین از لیستتون یک جا پرینت بگیرین یا تک پرینت داشته باشین. همه پرینت ها بعد اینکه پرینت رو زدین اینجا توی این جدول ذخیره میشه که تو چه تاریخی چه مبلغی در وجه چه کسی و چه توضیحاتی و چه شماره ملی پرینت رو گرفتین واسه اینکه بدونین چه چک هایی رو کشیدین داشته باشین. خب خیلی کار کردن باش ساده هستش، یعنی اگر چک صیاد دارین انجام میدین دیگه کار خاصی نداره. خب دیگه نکته دیگه نداره، شما فرمولا رو هم اینجا میتونین هر چیزی که خواستین تغییر بدین و اون چیزی که میخواین بنویسین. فقط این جایگاه این تکس این سلول ها مهمه که ما از وی بی ای داریم استفاده میکنیم و از این داده ها رو میخونیم که جاش نباید تغییر بکنه. یه شیت دیگه هم دیکشنری هستش واسه تبدیل اعداد به حروف هستش. اینجا هم اگر مثلا فروردین رو با یه دیکته دیگه خواستیم بنویسین یا اردیبهشت یا هر چیز دیگه، مثلا اینجا من به جای 100 ببینید اینجا 100 رو گذاشتم، این 100 رو تبدیل میکنه به 100. به جای 100 میتونیم مثلا بنویسین جدا میخوایم بنویسین، شما دوست دارین جدا باشه مثلا اینجا میتونه اسپیس رو بذاریم مثلا اینطوری 100 بنویسین. هر چیزی که خواستین اینجا دیکتر رو میتونین تنظیم بکنین اون چیزی که دوست دارین، دیکتیشنی که دوست دارین باشه. خب دیگه نکته ای نداره این نرم افزار، امیدوارم موفق باشین، ممنونم از توجهی که داشتین، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.